در این تصویرها که با دوربین‌های امنیتی برداشته شدند، دیده می‌شود که موترهای لاله حمیدزی و نگهبانانش در برابر یکی از هتل‌ها در کارته 3 کابل متوقف می‌شوند و سپس خود آقای حمیدزی از یکی از موترها پیاده می‌شود و به سوی دروازه این هتل می‌رود. لگد زدن این عضو مجلس نمایندگان به دروازه هتل و نیز تیراندازی هوایی نگهبانانش بخش‌های بعدی این ماجرا را می‌سازند که در این تصویرها بازتاب یافته‌اند. خود آقای حمیدزی هم با تفنگچه‌ای که در دست دارد چند بار شلیک می‌کند. این رویداد باشندگان بخشی از پایتخت را در پنجشنبه شب به وحشت انداخت و حتی بسیاری‌ها آن را برخواسته از حمله‌های گروهی طالبان دانستند. اما اکنون هیچ کسی در منطقه و نیز در مجلس نمایندگان درباره این رویداد چیزی نمی‌گوید. حتی مسئولان هتل کاماج این حمله قرار گرفته است، حاضر به گفتگو با ما نمی‌شوند. خود آقای حمیدزی که دیدگاه تازه‌ای از او به دست نیامد، اما پیش از این رویداد پنجشنبه شب را برخواسته از حمله مهاجمان مسلح بر خانه خودش گفته است. از مجد کور قضیه برسی سی در درم گشتی ولی چی تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت دلتا در تکان روان دی پا کابل کی زموج مسلین اخری نتیجه دش بجمی او زیمیر دور که ویده دمر گری در نشیه پالات که در تکان سیوی دی خدا پشتان دیو کی در مسونیت کمیسون باید دلتا بلار سی پشتان دیو کی. در همین حال پلیس کابل مست بودن رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان را از علتهای اصلی وقوع این رویداد میداند. ادعاخوار هر کس میتونه که ادعا بکنه، ولی ثابت کردن ادعا به نظر من که هیچی است. چرا در او حادثه تنها ما نبودیم، اونجا تمام قوتهای ما بودن. جناب وکیل سه فکر میکنن که البته قماندان در دفتر ششته، ولی ما پشت سر خانهشون بودیم. و هم باشندگان کابل بر بررسی جدی این ماجرا تاکید می‌ورزند. به هر کس از یا آزارشان برسد دیگه هیچ از یا کسی خیر ندیدست و نمی‌بیندم. اینها تنها به خود می‌اندیشند و تنها به قوم و قبیله خود. مردم کسایی را انتخاب کنند که اونها بینیش و دانش حقوقی داشته باشند. بار نخست نیست که یک عضو مجلس نمایندگان به ایجاد چنین ماجرای متهم می‌شود. ولی تا کنون دیده نشده است که عضوی از این مجلس در پیوند با چنین رویدادهای زیر پیگرد قرار گرفته باشد.